سلام برامی دی حساب رو میبینید با بچه ها میخواییم یه خود گپ بزنیم، همون گپ هایی که همیشه میزنیم سعی میکنیم بدون سانسور باشه و همون گپ گفتی که روزانه داریم و چقدر هم بدون سانسور با شما به اشتراک بذاریم. سعی میکنیم ولی نمیشه. من که خیلی آدم مؤدبی هم، یعنی هرچی که میگم قابل پخش نمیدونم. شما قابل پخش دیدیم؟ من بله بله بچه هم قابل پخش. هوا امروز یکم بهتر شده. هوا تومون مونده دیگه. هوا چطور؟ One more time. هوا یکم بهتر شده بود الان دوباره. هوا کجا بهتر شده؟ من واقعا داشتم میمدم یکم بهتر شده بود. اصلا سینم قلبم گرفت. واقعا قلبم واقعا خیلی بده این ماجرا. یعنی وظیفه خودم چون میدونم چون قلبم الان گرفته. ایرانی های چیز دارن زهرات. ایرانی های چیز؟ ایران تهران هم نمیدونم ایران گفته. به ایران توهین کردی؟ به ایران زهرات معلق دارن تنفس میکنن 20,000 تن. آقا یه خبر خیلی جالب دیروز من دیدم، حتما دیدید شما هم، که آقای حناچی شهردار تهران به شهردار سارایوو گفته هوا چطور؟ او گفته هوا ما آلوده است. گفته جدی میگی؟ چرا؟ ما راهکار داریم، مشاورامون رو بهتون میدیم. شنیده اینو؟ نه. آره به شهردار، با شهردار سارایوو بوسنی هرزگوین، پایتخت بوسنی هرزگوین چیز داشته، جلسه داشته، گفتم ما به شما راهکار میدیم که شهرتون آلوده نباشه، مشاورینمون اگه میخواین ما راهکار میدیم، مشاورینمون رو صادر میدیم. چرا یه کاری میکنن عصبانی بشه؟ ببین من مطمئنم که اصلا یه ببین دو تا حالت وجود داره، یا اون خبرگزاری اون حرفو یه جوری میگه که مردم عصبانی بشن که بعید میدونم، یا اون مسئول میگه. خب واقعا بده دیگه. ببین همین آقای آذر جهرمی که سورپرایز داد تو این شرایط، یعنی واقعا اگه به من یه پولی میدادن میگفتن یه کاری کن تو این شرایط مردم رو عصبی کنی، من میومدم چند تا پهباد درست میکردم، میگفتم یک هفته صبر کنید یه خبر خیلی ویژه دارم براتون. بعد یه هفته هم میگفتم که آره یه چیزیه که عملا نمیشه استفاده کرد، فقط همین. خب بعد خودش مثلا ما تونستیم یه چیزی رو جا به جا کنیم. خب اوکی، آخر این چیز جدیدی نیست، مهم اینه که به بهره برداری برسه دیگه. یعنی چه؟ آمازون خیلی وقت پیش این طرح رو راه انداخته که بستاره بود، هنوز اونا نتونستن. بعد ما تو ایران بله خواستن توانستن است. بله اصلا یه کارایی میکنه آقای جهرمی، نه کلا همشون، یعنی کارایی دارن میکنن بچه‌م آقازاده نشه. چرا یه چیزی که وجود داره رو به عین مردم دارن میبینن میگی تلاش میکنم که نشه؟ چجوری میشه نشه؟ میشه واقعا؟ حالا خلاصه باید یه فاتحه اساسی به زودی برای ساکنین سارایوو بخونیم، چون قراره که مشاورین رو دیگه هوامون بفرستیم اونجا. خیلی کارشون بده، مخ مردم میرن دیگه. الان دوباره فکر کردم خیلی رفت مخ. آره اصلا خورد کنه بابا. یعنی یه حرفای زده میشه دقیقاً فقط عصبانیت، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای برای به وجود اومدن این ماجرا. نمونهش هم فکر کنم خیلی زیاد باشه که بگذریم از این بحث. کنمون هم خیلی بهتره. کن هست. همونه. نمونه نشون بده. بهش گفتین چقدر جمعیت دارید؟ گفته نیم میلیون. نیم میلیون؟ با نیم میلیون شما آلودگی حتی یک میلیون به بالا باید باشه که آلودگی داشته باشین. یعنی منطقیه که ما آلودگی داریم. فکر کنم مشکل آلودگی اونا رو فکر کنم با افزایش جمعیت حل کنه. یه طرح واسهشون بدن بشه 8 میلیون. بعد آلودگیشون آره. ذرات رو مصرف میکنن و اینا کمتر میشه. هیچ توی مایا. خودمون در رمز و پویا صحبت کنیم، چون مردم بانک ها خیلی شلوغن این روزا، مردم دارن میرن تو زکاپو افتادن که رمز پویاشون من کار بکنن. منم نگرفتم. شما گرفتی؟ تا 15 ام تمدید شد. تمدید شد. بازم میشه فکر کنم نه، چون آخه یه چیز خیلی عجیبه. خیلی آخه همه جا دنیا دارن کم میکنن این تعدد رمزا رو، اینجا دارن زیاد میکنن. بخورن. اصلا یوزر فرندلی نیست. اصلا پویاش کنن. یعنی تو دنیا الان رمز پویا میدونید که جا افتاده. اصلا تو دنیا اینقدر عملیات کارت به کارت به این راحتی نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی بخوای پول بزنی به یه حساب دیگه ممکنه اصلا یه روز دو روز طول بکشه. بده که خیلی خوبه. اینجا مردم اعتماد ندارن. اینجا اگه تو یه ساعت پولی که میخوای بزنی به یه حساب دیگه دیر بشه، اصلا سیستم بانکی میرزه به هم. چون تجربه نشون داده چون اینجا معاملات لفظی خیلی بیشتر از معاملات لفظی در خارج از ایران. خب اصلا هیچ جای دنیا اینجوری نیست واقعا. حالا هیچ جای دنیا نمیدونم، اما کشور پیشرفته میدونم که انقدر راحت نمیشه کارت به کارت کرد. رو چه حسابی من باید به شما یه پولی بدم به کارتت بزنم؟ کجا اعلام میشه؟ چیزی بزنیم میتونی. یعنی عملیات بانکی ما که با رمز دوم هست اینا هم خیلی راحته.
بعد کلا برداری ها زیاد میشه، تخلف ها زیاد میشه، همین فیشینگ که اصلا این داستان همش به خاطر فیشینگ دیگه. ولی خب اصلا این پدیده رمز پویا و مشابهش باعث دارن میشن که نسل قبلی ما فید شن، دیگه نمیتونن هیچ کاری انجام بدن. الان من تو مترو میدیدم یا آقای موبایل آورد اینجا اینجوری میکن، خب سختشونه واقعا. اینا الان چطور میتونن؟ کسی که نمیتونه به سختی تونسته آبر بانک رو یاد بگیره، حالا یاد اپلیکیشن نصب کنه، رمز یاد پویا بگیره، ولی خیلی سخته برای بعضی. ولی من چند محدودیت گوشی های قدیمی داره یه چیزی، بعضی گوشیشون پیشرفته نیست اصلا. هستم کسایی که موبایل نداره، خب باید بره موبایل بخره. حالا دیگه کسی موبایل نداره رمز دوم هم دیگه خیلی براش چیز نداره دیگه، سنس نمیکنه دیگه. اینم یه ذره باید نظر. ولی کلا من خیلی حال نکردم. که میگن حذف میکنه این قبضای کاغذی و خب برای خیلی حذف سخته حذف شده الان. اینجوری بگی برای خیلی سخته، چون مثلا عادت داشتن همون قبضه ببرن بانک پرداخت کنن. معمولا وابستن به بچه هاشون دیگه، مثلا به پسرش دخترش میگه پرداخت کن. همون آقایی هم که میگه الان با موبایل سختشه، همون کارم هم با بده به بچهش دیگه. کلا رمز پویا یه جوریه، ما نمیتونیم بیایم بگیم به خاطر اینکه یه عده نمیتونن کار بکنن تکنولوژی نیاریم. به هر حال این نسل قدیمی داره اذیت میشه. بعد معضلات دیگه هم وجود داره، شما موبایلت باتریش تموم شده، خرید دیگه نباید بکنی؟ نه، میمونی. اولین چیزی که باید بخری باتری موبایله. نه دیگه، شارژ. رمز دوم است. خب یعنی با لپتاپت دیگه نمیتونی چیز کنی، با لپتاپت داری خرید میکنی. یعنی موبایلت خراب شده تو داری رمز دوم خرید میکنی، داری لپتاپت خرید میکنی. رفتی بوتیک میخوای لباس بخری، خب موبایلت شارژش، خب من اون موقع رمز دوم مگه تو بوتیک تموم شده؟ شما مگه تو بوتیک رمز دومت خرید میکنی؟ آها راست میگی، رمز چیزه، رمز اوله. چی شده؟ مشکلت چیه؟ آفرین. چرا نه، رمز اول کارت رو با رمز پویا مشکل دارم. آره با رمز پویا مشکل ندارم، تو سیف تره. آره حالا برداره بابا چیز داره دیگه. منصوری داره چه وای منصوری بت مال خودشه. منصور بت یه چیزی هست که خیلی غمگینه. یه اتفاقی افتاد هفته گذشته یا دو هفته پیش، این دو تا نوجوان کولوری که بله فوت شدن. بر سر بهمن اومده بود ظاهرا توی کوها، کوه کردستان. خیلی ناراحت کننده بود و اینکه اصلا آدم فکر میکنه چرا باید توی کشوری به این پول داری. نمیدونم داره شعاری شده این حرفا. معمولا نماینده ها میخوان چیز کنن، رای بیارن، از این حرفا میزنن، بعد یادشون میره. مثلا چنقدر ما میمیریم؟ نمیدونم، یعنی واقعا چنقدر داریم میمیریم؟ از آلودگی هوا داریم میمیریم، از تصادف و سوانه داریم میمیریم، از محیط کار ناسالم داریم میمیریم. یعنی کارگرایی که دارن توی محیطای کار، توی محیطای کار ساختمونی، ما چند مورد در سال داریم که پرت میشن فقط از روی داربست؟ چند مورد داریم تو سوانه چشمشون از دست میدن؟ یعنی همش به خاطر عدم نظارت دیگه. اگه اجبار باشه که لوازم ایمنی توی محیط کار استفاده بشه، اینقدر سوانه نداریم. و هر جایی میریم تو هر بخش میبینیم همه داریم میمیریم. فقط الان هم که کشتار دست جمعی آلودگی هوا. آره. واقعا اگر الان باعث کشته شدن ما نشه، اثری داره روی بدنمون میذاره که قطعا عمرمون رو کوتاه میکنه. فکر میکنم به خاطر اتاق فکرهاست، اتاق فکرهایی که فکر توش نیست. به هر حال این مملکت اتاق فکر داره، مدت ما نداریم. ولی اصلا انگار میرن مثلا چه میدونم اتاق فکر برنامه 6 ماه هست، برنامه 1 سال با ژاپنی داشتن. بله بله بله، ایرانی ها دیدی اون اکثر رو دیدی اکثر رو اون نشسته، هیئت ژاپنی و نشسته هیئت ایرانی روبرو نگاه میکنن. اینا اومدن جلسه با این هدف، اینا اومدن که مثلا مثلا بحث اون مسئولینی هم که میگیم یه حرفای میزنن ناراحت میشه و باعث نفرت پراکنی خیلی زیاد. یعنی نفرت تو جامعه از چشای مردم دیگه میریزه دیگه. این سر جا پارک دیگه هم دیگه رو اینم طولانی مدته. آره یه سری مرگ و میرام سر مرگ. آره یه سری مرگ سر حالا قدیما رو چپ چپ نگاه کردن و اینا بود که اتفاق کنم. دیشب هم یکی از همین افراد به نام کشته شده توی یک حمله، یک 6 نفر فرد اشرار. هادی کرده، هانیه اسمش. هانی کرده. آره ایشون هم 6 نفر مثل که بهش حمله کردن جلوی آب میوه فروشی و به ضرب چاقو مجروح و درگذشته. حالا اینا که جدا سال اینجا جرأت داری در موردش حرف بزنی؟ آره حرفی ندارم بزنم و چیلمز. ولی راجب هم بحث فعالیتش چی بوده؟ اتفاق کرده بلش کن اصلا.
جرأت داری در مورد فعالیتش هست. فعالیتش هم همونطوریه که صحبت نکنیم بهتره. آره اصلا چند بیرو اصلا یه آب طالبی بگیریم. نمیدونم، کاش مسئولین به این فهم برسن که اگر میخوان شرایط مناسب تری برای خودشون حداقل بشه، بعد برای مردم میخورده با مردم مماشات بکنن. اینجوری نمیشه که وقتی میگن وزیر مملکت تو این اوضاع که مردم اعصابشون خورده میاد میگه من پهپاد هوا کردم، نمیدونم بسته پستی براتون میارم، یعنی چه؟ یعنی اینکه اصلا انگار کاری به مردم نداره. واقعا بعد یه دام فکر چیز خودشه. آره فکر... نظرسنجی هم بود اتفاقا که چیا میخوان، با اون نظرسنجی ها هم نشون میداد میذار. و منم خیلی جالب بود میدیدم که هر کسی تو یه هفته داشت یه فکری میکرد، یه برنامه‌ریزی میکرد، یه رویای خیلی کوچولویی داشت. یعنی اصلا این آزادی کوچیکی یه رویای دیگه اصلا الان فهم کنید هدف از این حرف که یک هفته اصلا چرا یک هفته معمولا نگه میداری واسه این کار؟ یعنی من خودم خیلی خوشحال بودم که به من گفت این میخواست یه کار دیگه بکنه، نشده، پهپاد هوا کرده. پهپاد هوا کرده یه هفته ضبط مثلا... کرده ببینه میتونه یوتیوب رو باز کنه. آره یوتیوب رو باز، تلگرام باز کنه. آره مثلا تلگرام حداقل باز میکردی دیگه. یه پست دیروز منتشر کرده بودی در مورد فیروز جاه، همین نوجوانی که اولین استاد بزرگ شطرنج ایرانه. نه اولین استاد بزرگ نیست، اولین سوپر استاد بزرگه. از 2700 که ریتینگشون میره بالا میشن سوپر استاد بزرگ. خیلی تعداد کمی توی دنیا هستن که سوپر استاد بزرگن. یعنی اول استاد بزرگی بوده، بعد دیدن خیلی استاد بزرگ شدن، اومدن یه تفاوتی بذارن بین استاد بزرگا با کسایی که خب خیلی ریتینگشون بالاتره. چون شطرنج همین جور در حال پیشرفته، از گذشته که نگاه کنیم تا امروز هی ریتینگا داره میره بالا. بعد این یعنی با همسن و سالای خودش هم مقایسه نشده؟ نه خیلی هم سنش کمه. اونم علیرضا 16 سالشه. اون 14 سالش بود که سوپر استاد بزرگ شناخته شده. نه موقعی که استاد بزرگ شده 14 سالگی استاد بزرگ، 14 سالگی استاد بزرگ شده، بعد الان شده سوپر استاد بزرگ. اولین سوپر استاد بزرگ ایرانی واقعا یه نابغه است. علیرضا واقعا خیلی حیف شد. چون چه کشوری رفت؟ الان فرانسه است. خیلی حیف شد برای اینکه واقعا خیلی احتمالش هست که بتونه نفر اول دنیا بشه و ما از دستش دادیم. و ما از دستش دادیم چون الان دیگه برای ایران بازی نمیکنه. حتی ملی توی شطرنج، آره تو شطرنج خیلی راحته فدراسیون عوض کردن. یعنی شما اگه همین امروز تصمیم بگیری که از فدراسیون ایران خارج بشی، اصلا میای زیر پرچم فدراسیون جهانی. یعنی همونجا اعلام میکنی که میگه آقا من دیگه برای ایران نمیخوام بازی کنم، فدراسیون جهانی میگه اصلا شما برای پرچمه بازی نکن، برای فیده بازی کن. بعد میتونی مثلا حتی فدراسیون انتخاب کنی. شما الان یه ایمیل بزنی به فدراسیون آمریکا، میگی من اگه شطرنج باز قابلی باشی، میگی من میخوام برای آمریکا بازی کنم، یه روز کارش انجام میشه، میری برای فدراسیون آمریکا بازی میکنی. و خب این حالا تو رشته‌های دیگه مختلف متفاوته شرایطش، اما توی شطرنج خب ساده ترینه لحاظ عوض کردن. و با فشارهایی که الان از فدراسیون جهانی توی ورزش‌های مختلف داره میاد، خیلی از ورزشکارا توی این تصمیم گیری افتادن که چیکار بکنن و شرایط خیلی بهتری هم براشون مهیا میشه. شرایط خب از لحاظ درآمدی بهتره، از لحاظ امکانات بهتره و قطعاً این مسائل سیاسی هم درگیر نیست. این بازی نکردن با شاید خیلی اسرائیل بگم ظالمانه است در حق کشورشون که به خاطر پول رفته باشن، ولی فکر میکنم تنها مشکلشون پول نیست. نه تنها مشکل پول نیست، به واقع مربی ندارن دیگه. میگم ورزشکار مثلا مربی نداشته باشه. الان ما دیگه تو فوتبال هم دیگه میبینیم همچین چیزی که مثلا تیم مربی نداره. بعد این مسئله از دست دادن مدال ها و از دست دادن مقام ها خیلی چیز مهمیه. فکر کنم مثلا تمام عمرش تلاش کرده که مثلا به یه نقطه بالایی برسه، بعد مثلا میرسه اونجا که میتونه با یه فینال برسه به اون مرحله، بعد میبینیم به راحتی از دست میده. چرا؟ چون نباید با اسرائیل نه. بازی کنه. یه جدو کار بعد هرس آدم میگه که خود فلسطینی ها میرن با اسرائیلی ها بازی میکنن، بعد ما کاسه داغتر ازش. خب این اتفاقی که افتاده الان، ما چند وقت قبلش، یعنی چند روز قبل از این اتفاق، یه مسابقات بیلیتس بود. شطرنج سه تا کاتگوری مختلف داره. استاندارد داره که هر بازی 7-8 ساعت طول میکشه. رپید داره که نفری 15 دقیقه وقت دارن، حالا با اضافه وقت ممکنه 30-40 دقیقه طول بکشه. و بیلیتس داره. رپید میشه سریع، بیلیتس میشه برقاستا. همین رپید هم فیروزه یه حرکتی زده بود فکر کنم که معروف شده بود. خب
بعد توی بلیت نفری 3 دقیقه وقت دارن که کلن بازی تو 10 دقیقه سرتش هم میاد. توی مسابقات بلیتسی که کل مسابقه توی یه روز برگزار میشه و یه شطرنج باز با 7-8 نفر میره سر میز تون تون بازی میکنه 10 دقیقه سر این میزه بعد میره سر اون میز، اصلا پرچم وجود نداره. یعنی نه رو میز پرچم میذارن، نمیدونی اسمت که نمیدونی قرعت کیه، همه فکر تو شطرنجه. دوتا از شطرنج بازای ما رفتن سر میز نشستن بازی کردن تو بلیتس، یکیشون اسرائیلی بوده، یعنی تو اون 7-8 نفری که باشون بازی کردن یکی از اینا اسرائیلی بوده و اینا هم نمیدونستن، بعد برای اینا مشکل ایجاد شده. یعنی اتفاقات انقدر داره میفته و تکرار میشه، انقدر زندگی هاشون و زندگی کاریشون رو داره به خطر میندازه که دیگه خب بله همچین تصمیم گیری این میشه. یعنی اون آدم به جای اینکه تمرکز کنه روی اینکه خب چیکار کنه که پیروز اون بازی بشه، بعد حالا بیا تمرکز کنه که رقیبش کیه. از قبل از اینکه برن از ایران اعزام بشن، حالا اعزام که دیگه نمیشن دیگه، خودشون با هزینه خودشون میرن، از قبل از اینکه از ایران برن استرس اینو دارن که من به اسرائیل نخورم. تو همه رشته ها حالا ما اصلو ول کردیم چسبیدیم به فرع ماجرا تو خیلی از چیزا. خیلی جالبه این، خودش نماد خیلی چیزاست. یه فکر میکنم یه جدوکارمون هم رفت مغولستان دیگه، فکر میکنم. آره من یادم رفت اسمش، ولی اونم ملازاده سعید مولایی خیلی هم چغیر بد بدن بود، آروم و خوب و مثلا نمیاد بهش که بخواد حالا به وطنش علاقه نداشته باشه، مجبور میشن دیگه، یعنی خسته میشن دیگه، چیکار باید بکنن؟ آخه ببین علاقه به وطن یه تعریفی داره دیگه، وقتی وطنت به تو علاقه نداره ببین، یعنی باید چه دو طرفه باشه دیگه. وطنت برای تو چیکار کرده که تو دینتو ادا بکنی؟ جز فشار بوده، جز سختی بوده. البته که غم انگیز این حرفی که میزنم، ولی وقتی ورزشکارا این کارو میکنن الان دیگه مردم ازشون خورده نمیگیرن و این خیلی ناراحت کننده است. آره خیلی قبلا خیلی همه میگن دمش گرم که رفت. آره قبلا من یادم میاد خود منم اگه این خبر مثلا بود دیگه 10 سال 15 سال پیش هم این ماجرا بوده، یکی میرفته آذربایجان یکی میرفته مثلا جای مختلف و همه مردم یه اینطوری میشدن که مثلا چیکار کردی و چرا رفتی و اینا، ولی الان من ندیدم یک نفر حتی راجع به این آقا صحبت. الان من همین علیرضا رو میخوندم همه این طرف اون طرف جای مختلف نوشتن که دمت گرم که رفتی و خوب کاری کردی. یه زمانی رضازاده نرفت ترکیه، بل. خیلی ازش تقدیر شد، ولی قابل مقایسه نیست با رضازاده. اونقدری که به رضازاده رسیدن به بقیه دوستان نرسیدن، بعد که زندگیش بهتر شد. و خب خیلی طولانیش نکنیم، دمتون گرم بچه‌ها، حتما نظراتتون رو بنویسین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنید، در مورد موضوعاتی که دوست دارید در موردشون صحبت بکنیم بهمون بگید. قرار خط تلفن رو اندازی بشه و مردم میان رو خط. خب دستانی بفرمایید. دست دمتون گرم. آره اتفاقی خوبی آیا تو اگی؟ مرسی.